بسم الله الرحمن الرحیم. مناسبت لیالی قدر را به همه شب زنده‌داران مسلمانان تبریک و تسلیت عرض می کنم. تبریک به مناسبت این که شب نزول قرآن هست، کتاب عظیم الشأنی که دایرة المعارف زندگی انسان و تنویر کننده مسیر کمال وی ان، و کتابی که نه تنها در یک موضوع معین و مشخص سخن دارد، بلکه در تمام ابعاد و نیاز زندگی انسان در هر زمان و در هر شرایط حرف دارد، سخن دارد و می تواند راه گشا و راه نما و روشن کننده مسیر راه انسان باشد. و تسلیت نیز به مناسبت عروج قرآنی که از بین بشر به خاطر عدالت خود به شهادت رسید، امیر المؤمنین علی علیه السلام، او که تمام سختی ها را پشت سر می گذراند، او که تمام اهتمامش و تمام هم و غمش وصال معبود و خدمت به عبد معبود و عابدین معبود هست و خلق الله هست، عروج او را نیز تسلیت عرض می کنم. در خصوص لیالی قدر و شبهای قدر موضوعات و مسائل زیاد مطرح است که باید نیازمند کنجکاوی، تحقیق و پژوهش ان و دربارهش باید تحقیق صورت بگیره. اما نمیخواهم به دو تا موضوع اشاره کنم. یکی مسئله حقیقت شب قدر و دیگر هم فضیلت شب قدر. حقیقت شب قدر همان لفظ و واژه و جمله که در اسم شب قدر به کار برده شده است، لیلة القدر، یعنی شب قدر، یعنی شبی که یا محدوده زمانی که در این محدوده زمانی، در این محدوده مشخص و معین زمانی، قدر مورد سنجش، ارزیابی و معیار سنجی قرار می گیرد. قدر به معنای سنجش، میزان، اندازه. اما فراتر از این تعریف لغوی اگر برویم و تعریف واژه‌ای، این میشه که شب قدر محدوده زمانی که در این محدوده زمانی اعمال انسان ها یا سرنوشت یک ساله انسان و مؤمن و مسلمان و در به طور کلی اگر ببینیم بشر تعیین می‌گردد، مشخص میشه. سرنوشت یک ساله انسان معیار سنجی میشه و در مسیر زندگی او پهن میشه تا با اون سرنوشت در یک سال مسیر زندگی خود را طی کنه. اما شبهه‌ای که در این خصوص مطرح میشه یا شاید در اذهان خلجان کنه اینه که وقتی که ما باورمند به این هستیم که سرنوشت یک ساله انسان در یک شب مشخص میشه، معین میشه و شب قدر چون این شبی هست، پس چگونه این با اراده و اختیار انسان سازگاری داره؟ یعنی وقتی یک انسانی که سرنوشت او در شب قدر مشخص شوه، سرنوشت او در شب قدر معین شوه و تعیین شوه، خب چگونه او در مسیر زندگی خود، یعنی نمیتواند از این فرایند که در شب قدر برایش قلم داد شده و مشخص و معین شده عدول کنه و تغییرات بیاره؟ چرا؟ چون این یک محدوده در زندگی و مسیرش در یک سال تعیین شده است. این یکی از شبهات هست. یعنی در واقع میتوان
به نحو مسئله جبر را مطرح کرد. یعنی مسئله جبر مطرح میشه. انسان در یک سال مجبوره. چرا مجبوره؟ برای این که در شب قدر سرنوشت تعیین شده است. اما این گونه نیست و پاسخ دارد و پاسخش این گونه هست که نه، سرنوشت یک انسان برمیگردد به نیات و اعمال انسان، یا به عبارت دیگر اگر بیان کنم، فرایند سرنوشت دائمی یک ساله، یک روزه، یک هفتهی یک انسان را نیات و اعمال انسان تشکیل میدهد. نیت انسان تشکیل میدهد، عمل انسان تشکیل میدهد. خب خدای متعالی که ما باورمند هستیم که یکی از صفات ذاتی وی عالم بودنه، عالم است، یعنی خدا علم ازلی به همه مخلوقات و موجودات خود داره و هیچ ذره نیست و هیچ نیت نیست و هیچ عمل نیست که از سیطره علم خدا خارج باشه. یعنی همه تحت سیطره علم خدای متعال قرار داره. وقتی همه تحت سیطره علم خدای متعال قرار دارد و خدای متعال هم از تمام اعمال و سرنوشت دائمی و یک ساله یک انسان با خبر هست و او را معین میکنه و خدا میداند از نیات انسان با خبر است، از اعمال انسان با خبر است، یعنی سرنوشت یک ساله یک انسان در شب قدر اگر تعیین میشه با توجه با اون نیت و اعمالی که انسان داره با او تعیین میشه. انسان چگونه عمل داره و انسان چگونه نیتی داره، بر اساس چه اهدافی حرکت میکنه، در گذشته خود چگونه اعمال را رقم زده است و با چگونه نیات حرکت کرده است، این نیات و اعمال انسان در پیشگاه خدای متعال ضبط و بر اساس اون اعمال گذشته و نیات گذشته و بر اساس نیات و اعمالی که در آینده قرار است رقم بخوره و در جامعه عمل پیاده شوه، سرنوشت یک ساله انسان تعیین میشه. یعنی اگر این را بسیار ساده در قالب یک مثال بیان کنم، این که وقتی که یک معلم برای شاگرد ممتاز خود میگه که تو قطعا موفق میشی، نمره اول کامیاب میشی، نمره 20 میگیری، و یک شاگرد تنبل میگه که تو در امتحان نهایی ناکام میمانی، اگر شاگرد اول کامیاب شوه نمره اول بگیره و شاگرد ناکام ناکام بمانه، آیا میتوانه بر معلم انتقاد کنه که چون تو گفته بودی ناکام میمانی ولی لذا من ناکام ماندم، و شاگرد ممتاز باشه چون تو گفته بودی من کامیاب شوم نمره اول بگیرم ولی لذا من کامیاب شدم و نمره خوبی گرفتم، نمیتوانه انتقاد کنه. چرا؟ چون این حرف معلم در واقع با بررسی وضعیت این دو تا شاگرد بود که براش بیان کرد. یعنی معلم میداند که شاگرد تنبل درس نخوانده، گذشته خوبی نداره، مسیر درست را حرکت نمیکنه ولی لذا منتهایش ناکامیه، و شاگرد اول تمام اعمال و افعال صنفی و خانگی خود را انجام میده و لذا نمره امتیاز و ممتازیت و موفقیت رو میگیره. و لذا شب قدر این معنای اجمالی شب قدر که شب سرنوشت انسان هست و با اراده و اختیار و با اعمال انسان هیچ گونه تفاوتی نداره، و لذا اعمال و نیات انسان هم سرنوشت انسان را در فرایندش تغییر میدهد. قرآن هم این را تصریح میکنه که اگر اهل فلان قریه اعمال نیک انجام میدادیم، ما چنین سرنوشت را برایشان حاکم نمیکردیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این نص صریح قرآن است. اما موضوع دوم مسئله فضیلت شب قدر هست. فضیلت شب قدر، ما در خصوص فضیلت شب قدر سه تا مسئله را میتونیم عنوان کنیم. اول این که یا سه تا فضیلت را عنوان کنیم. اول این که شب قدر در ماه مبارک رمضان قرار دارد و ماه مبارک رمضان محدوده زمانی هست که از نظری کمیت 30 روز هست، یک ماه هست، اما از نظر کیفیت به مراتب بالاتر از 30 روز و یا مشخص شدن در یک محدوده زمانی هست. پیامبر گرامی اسلام در خطبه شعبانیه خود فرمود که انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، عملکم فیه مقبول. یعنی شب قدر شبی هست که نفسهای شما تسبیح، خواب شما عبادت است، اعمال شما قبول هست،
و اگر شما میخواهید یک انسان شقی و بدبخت در این شب قدر، در این ماه رمضان معرفی شود، او کسی هست که از نعمات و رحمت و سفره بس عظیم الهی در این شب قدر محروم میماند. ولذا او انسان کسی هست که در این ماه رمضان از سفره الهی محروم میماند. این گونه عظمت داره ماه رمضان، یعنی شب قدر در این ماه واقع شده هست، در ماه مبارک رمضان واقع شده. این یک فضیلت بزرگ هست برای شب قدر. فضیلت دیگری شب قدر این است که نزول قرآن هست. قرآن کتاب بس با عظمت و دائرة المعارف زندگی انسان و زندگی بشر، یعنی کتابی که برای انسانها برنامه دارد. یکی از کارشناسان قرآنی می گفت که این قرآن آنچنان کتابی هست که هم توانسته شبه جزیره عربستان و عرب جاهلیت را نجات بدهد و هم می تواند بشر تکنیکی و ماشینیکی قرن 21 را نجات بدهد و هم برای بشر قرن 121 هم قرآن برنامه دارد. یک این چنین کتابی در این شب نازل شده است. در این شب از آسمان به زمین آمده است. در این شب از ملکوت به ملک آمده است. و این نهایت عظمت برای شب قدر است که قانون زندگی بشر که بشر را به کمال میرسانه و مسیر کمال بشر را بدرقه میکنه در شب قدر نازل شده است. آیات قرآن هست که میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماهی هست که ما در این ماه قرآن را نازل کردیم و انا انزلناه فی لیلت مبارکه. یک مقدار موضوع را مشخص میکنه. خدای متعال میگه ما این قرآن را در یک شب مبارک نازل کردیم و بعد در سوره قدر موضوع را کاملا مشخص میکنه. میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. قرآن دو تا نزول دارد، یکی نزول دفعی داره و دیگر هم نزول تدریجی داره. نزول دفعی قرآن، قرآن در همین شب قدر دفعتن در سینه پیغمبر الهام شده و همه آیات قرآن و انوار قرآن در ذهن و نفس پیغمبر جا گرفته است. و اما قرآن اول در مرحله علم خدا بود. این یک موضوع جدیدی هست که باید ما این را دقیق بدانیم. در مرحله علم خدا بود و بشر توان گرفتن نور را نداشت. قرآن نور بود. اینجا چیکار باید شود؟ خدای متعال مشیتش بر این قرار گرفت که این وضعیت برای قرآن به وجود بیاید که بشر توان گرفتن او را داشته باشد. آمد در آسمان چهارم در بیت المعمور قرآن به قالب الفاظ عربی در آمد. در آنجا در شب قدر یک دفعه در سینه پیغمبر الهام شد و نازل گردید. این نزول دفعی قرآن عظیم الشأن است. اما نزول دوم قرآن نزول تدریجی قرآن هست. یعنی قرآن در کنار این که در شب قدر به طور دفعی، یک از شبهاتی که اکثرا در مسائل دینی فرهنگی مطرح میشه که وقت قرآن نزول دفعی داره، چرا ما میگیم در طول 23 سال نازل شد؟ بله، قرآن در طول 23 سال هم نازل گردید. اما چگونه نازل گردید؟ قرآن در طول 23 سال بر اساس نیاز پیغمبر، بر اساس شرایط زمان پیغمبر، آیه به آیه، سوره به سوره برای پیغمبر نازل شد. این یک وجهش. وجه دیگر اینه که در شب قدر قرآن تنها برای پیغمبر نازل شده است، اما در طول 23 سال هم برای پیغمبر نازل شده و هم توسط پیغمبر برای امت پیغمبر نازل شده، برای اصحاب و اطرافیان پیغمبر نازل شده. یعنی پیغمبر خودش قرآن را می دانه، اما در طول 23 سال زمانی که آیه به آیه و سوره به سوره نازل میشه قرآن، خب پیامبر برای امت میفهماند، توضیح میدهد، تفهیم میکند، بیان میکند، شرح میدهد، تفسیر میکند. یعنی نزول تدریجی قرآن اکثرا و زیادتر جنبه توجه کردن به امت پیغمبر داره. بله، ما هم مسئول هستیم، ما هم در قبال قرآن مسئول هستیم. بله که برای پیغمبر نازل شده، در واقع برای ما هم نازل شده است. علامه اقبال لاهوری یکی از اندیشمندان شامخ جهان اسلام هست. کسی از او سوال میکنه علامه اقبال لاهوری چگونه به این سکوی بلند از معرفت دینی نائل آمدی؟ علامه اقبال لاهوری گفت که من توسط قرآن به این مرحله رسیدم. گفت چگونه؟ گفت من صبح بعد از نمازم، صبح از صبحها قرآن تلاوت میکردم. پدرم آمد،
از من سوال کرد فرزندم اقبال چی کار میکنی؟ گفتم پدر قرآن تلاوت میکنم بعد از نماز. برایم گفت که اقبال قرآن را وقتی که تلاوت میکنی این گونه تلاوت کن که گویا قرآن برای تو نازل شده است. گفت این کلمه پدرم سرنوشت و زندگی من اقبال را تغییر داد. یعنی من هرگاه قرآن تلاوت میکردم قرآن را آنچنان دقیق و عمیق میخواندم و تدبر میکردم که گویا برای خودم نازل شده است. ولذا از قرآن مطالب میفهمیدم و در دریای از معرفت قرآنی غوطه‌ور گردیدم و این معرفت را حاصل کردم. بله ما هم در قبال قرآن مسئول هستیم، چون شب قدر شب نزول قرآن هست، این را یک مقدار بسط دادم. ما هم در قبال قرآن مسئول هستیم، قرآن برای ما هم نازل شده است. آی کسانی که من این را مخصوص کسانی میگم که زیادتر سر و کار با قرآن دارد، زیادتر در بخش امورات قرآنی کار میکند، مخصوصا قاریان عزیزی که در امور قرآنی کار میکند و آنانی که ما یکی از مسئولیت های سنگینی قاریان قرآنی هست که تنها به صوت و صدای قرآن اکتفا نکنید، تنها به تجوید قرآن اکتفا نکنید. امام صادق میگه قرآن 70 بطن داره، به بطن و معنای قرآن اکتفا کنید. برای ما و شما هر آنچه که لازم هست اینه که ما معنا و فهمی از قرآن را بالا ببریم، معرفتی از قرآن را بالا ببریم. خب با یک صدای قرآن که ما نمیشود از قرآن چیزی بفهمیم و قرآن نفهمیدن ما را به افراطیت میکشونه، ما را به وضعیت نادرست و خرابی میکشونه که متاسفانه جهان اسلام امروزه دامنگیرش شده، افراطیت دامنگیرش شده. جهان آنچه که در جهان اسلام امروز میگذره همه داعیه داشتن قرآن را داره، همه قرآن زیر بغل داره، همه قرآن در دست داره، اما خیلی از عزیزان را چگونه پرپر میشه و چگونه به مشکلاتی میرسه که ما امروزه شاهدش هستیم. اما تأکید من برای همه مسئولین امور قرآنی این است که قرآن را بفهمید، قرآن را درک کنید و از قرآن معرفت حاصل کنید. این را به خاطری که قرآن نهایت عظمت داره بس دادم. اما دومین فضیلت را مختصر بیان میکنم. دومین فضیلت شب قدر عروج قرآن هست. علی هم قرآن بود، علی هم قرآن ناطق بود. ببینید نزول قرآن، عروج قرآن. در شب قدر علی از این دنیا، نفسهای علی از این دنیا خاموش شده هست. علی شخصیت عظیمی که ابعاد زندگیش را نمیتوان بررسی کرد. من فقط به یک نکته بعد شخصیت علی اشاره میکنم. چگونه شخصی بود؟ این کسی که کتاب صوت العدالت الانسانیه را درباره علی نوشته کرده هست میگه که علی مانند یک اقیانوسه. آنچنان بزرگ بود که میگه علی هیچگاه به تلاطم نمی آمد. چرا؟ اقیانوس را یک سنگ کوچک به تلاطم آورده نمی توانه، صخره هم به تلاطم آورده نمی توانه، اقیانوس را یک کوه باید سقوط کنه تا به تلاطم بیاید. اما میگه علی را چی به تلاطم می آورد؟ هیچ مشکلی از مشکلات روزگار علی را به تلاطم آورده نمی توانست مگر یک مسئله. اون مسئله چی بود؟ زمانی که علی می دید حق مظلوم زیر پا می شد، زمانی که علی میدید مظلوم در بین خون خود دست پنجه نرم میکرد، زمانی که علی میدید که حق مظلوم توسط ظالم گرفته میشه و غصب میشه، میگه وجود و پیکر علی به تلاطم میآمد. علی چرا اینقدر رنج میکشید؟ برای این که علی میگفت که همه انسان ها انسان است. اون خطبه امیرالمؤمنین که به مالک اشتر نوشته میکنه در سر دروازه سازمان ملل نسبه که آیه مالک اشتر انسان ها دو بخشه، یا برادر تو در انسانیت هست یا شبیه تو در خلقت هست یا اینکه برادر تو در دین هست، انسان ها تفاوتی ندارد. ولذا امیرالمؤمنین بود که به تلاطم مییابد توسط غصب شدن حق یک انسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.